35 نفر از دراویش گنابادی حبس در زندان فشافویه به مکانهای نامعلومی منتقل شدند حتی خانواده هاشون از وضعیت اونها اطلاعی ندارند گفته شده به دلیل افزایش تعداد دستگیری ها و کمبود فضای کافی در این زندان دراویش رو بین باقی زندان ها در شهرستان های مختلف پخش کردند میترا جزئیات بیشتری درباره این جابجایی و وضعیت زندانی سیاسی دیگری میدونه بله همونطور که گفتی 35 درویش زندانی در زندان تهران رو بدون حکم قضایی و اطلاع قبلی به زندانهای مختلفی منتقل کردن گفته شده چند نفر از اونها به بهانه دیدار با خانواده از بندهاشون خارج شدن و منتقل شدن در ابتدا تلفن ها هم پاسخ داده نمی شد و بعدتر در پی تماسهای مکرر به خانواده ها گفته شد به زندان دیگری منتقل شدند بعد از گذشته بیش از 24 ساعت خانواده هاشون هنوز در بیخبری و نگرانی به سر میبرند با توجه به اینکه 14 نفر از این درابیش زندانی دیروز در 31 روز اعتصاب غذا به سر میبردند و در وضعیت جسمانی خوبی هم نبودند دختر صالح مرادی یکی از این دراویش در توییترش از این بیخبری نوشت از صبح امروز به دنبال زندانیانشان میگردند و هیچ کس پاسخگو نیست در تهران گفتند که به شیراز منتقل شدند و شیراز میگوید اسمشان در سیستم نیست پوریا نوری که مادر و دو برادرش از دراویش زندانیاند هم گفت که یکی از برادرانش رو به شیراز منتقل کردند. بقیه زندانیان هم اوضاع بهتری ندارند هنگام شهیدی فعال سیاسی زندانی که در زندان اوین به سر میبره وضعیت جسمانی و روحیش وخیم گزارش شده او با توجه به بیماری قلبی در طی سه ماه گذشته بیش از ده ها بار به بهیاری زندان و بیمارستان طالاقانی منتقل شده یک منبع آگاه به اتاق خبر گفت او را فقط در یک شب سه بار به بهیاری بردند و در طی دو ماه حدود دوازده کیلو وزن از دست داده در این شرایط به نظر میاد سازمان پزشکی قانونی باید به این پرونده ورود کنه و شرایط معالجه خارج از زندان براش فراهم بشه با اینکه ابراهیم رئیسی از تیر ماه گذشته برای تایید مرخصی خانم شهیدی به دادستانی تهران نامه داده حتی با مرخصی او به منظور درمان هم موافقت نشده به گفته منابع آگاه پیشتر از خانواده هنگام خواسته شده بود تا روشن شدن تکلیف پرونده قبلیش برای اعطای مرخصی صبر کنند پرونده ای که مختومه شد اما اخیرا به مادرش گفته شده اصلا چنین نامه ای نگرفتند و سیما به طور کلی انکار کردن موضوع رو